عرض سلام و احترام به تمامی همراهان عزیز سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت. محمد نقیبیان هستم، کارشناس ارشد مهاجرت به کشور استرالیا. امروز می‌خوایم راجع به یکی از مشاغل لانگ ترم و بلند مدت مورد نیاز کشور استرالیا برای مهاجرت به این کشور، یعنی شغل تدریس در دانشگاه برای اساتید محترم دانشگاه صحبت بکنیم. خب همونطور که می‌دونید شغل یونیورسیتی لکچرر یا استاد دانشگاه یکی از مشاغل لانگ ترم لیست های مشاغل استرالیا هست که تمامی ویزاهای اصلی اسکیلد ورکر از جمله ویزای 189، 190، 491 بهش تعلق گرفته و یکی از مسیرهای هموار مهاجرت به کشور استرالیا محسوب میشه. سازمان ارزیابی مربوط به این شغل سازمان ویت اسس هست که سازمان ویت اسس به دلیل حجم بالای مشاغلی که ارزیابی میکنه اومده این مشاغل رو گروه بندی کرده در گروه های مختلف و برای هر شغلی که بخوایم ارزیابی بگیریم خب باید ببینیم اون شغل در کدوم گروهه و برای اون گروه چه شرایطی شرط شده. شغل یونیورسیتی لکچرر در گروه A سازمان ویت اسس قرار گرفته، یعنی گروهی که در اون داشتن حداقل یک لیسانس معادل آنچه که استرالیا میپذیرد شرط شده، سوابق کاری از فارغ التحصیلی محسوب میشه و یک سال از سوابق کار تحت عنوان پست کوالیفیکیشن حذف میشه. اما همونطور که میدونید در کشور ایران مرسوم نیست که افراد با داشتن مدرک لیسانس وارد دانشگاه بشن برای تدریس و خب سازمان ویت اسس هم به این امر آگاهه. بنابراین برای ارزیابی شغل یونیورسیتی لکچر به صورت منطقی و معمول داشتن حداقل یک فوق لیسانس نیاز هست. خب یک استاد دانشگاه کسی که در دانشگاه تدریس میکنه به طور طبیعی چه کسیه؟ کسی است که در کلاس‌های دانشگاهی میاد و یک یا چند درسی که مربوط به رشته دانشگاهی و اصلی خودش بوده رو تدریس میکنه. در بحث در واقع خدمت شما عرض کنم که دروس ترم و اون کاریکولم هایی که باید در واقع طراحی بشه نظر میده، آزمون طراحی میکنه، آزمون ها رو میاد و تصحیح میکنه، به صورت خصوصی گروهی و سمیناری هم میاد و اطلاعات و در واقع نالج خودش رو با دانشجویان شیر میکنه. دوستان عزیز، یه نکته ای که قابل توجه هست اینه که به صورت کلی ارزیابی هایی که انجام میشه به خصوص در سازمان ویت اسس با دو عامل اصلی مدارک تحصیلی، حالا به معنی اون مقطع و رشته ای که باید شخص خونده باشه، و همچنین سوابق کاری انجام میشه. خب در مورد مدرک تحصیلی برای شغل یونیورسیتی لکچرر فرقی نمیکنه رشته دانشگاهی شما در لیسانس و فوق لیسانس چی بوده، ولی این خیلی مهمه که اون رشته‌ای که در اون دانشگاه دارید تدریس میکنید الزاماً مرتبط با رشته دانشگاهی خودتون باشه. خب این امر رو خیلی برای خیلی از عزیزان در رشته های خاص که حالا مشاغل خاصی هم شاید در لیست براش پیدا نشه ولی تدریس همون رشته رو در دانشگاه انجام دادن به نوعی آسون میکنه. و در مورد ایمپلویمنت هم که همون در واقع مدارک کاری هست، حالا برخی از دوستان اساتید رسمی دانشگاه هستن، عضو هیئت علمی هستن، برخی از دوستان به صورت قراردادی کار کردن، تفاوتی نمیکنه مادامی که بشه این مدارک رو ارائه کرد که نشون بده رابطه بین شما و دانشگاه به صورت کارمند و کارفرما برقرار بوده، مدارک کاری مورد قبوله. این شغل رو، یونیورسیتی لکچرر رو، با عناوین مختلف ویت اسس میپذیره، مثل خود یونیورسیتی لکچرر، اسوسییت لکچرر، سینیر لکچرر، اسوسییت پروفسور و خود پروفسور. و حتی در کنار اون اومده اعلام کرده که افرادی که در دانشگاه ها به صورت ریسرچ بیست هم در حال کار هستن و این تحقیقات و ریسرچشون به دانشجویان و کورس هایی که ارائه میشه مربوط میشه هم در این گروه قابل قبول هستن. اما یک فاکتور سومی رو هم سازمان ویت اسس برای اساتید محترم دانشگاه آمده و شرط کرده که گفته به غیر از ارائه مدرک تحصیلی مرتبط و در واقع در همون اندازه فوق لیسانس و همچنین مدارک کاری، این عزیزان میبایست نشون بدن که در بحث تحقیق، حالا تحت عنوان پیپر، ISI، کینر سپیکر بودن در کنفرانس ها، باید اثبات بکنن که در بحث تحقیق و پژوهش هم دستی داشتن.
و اگر بخوایم به صورت قانونیش رو در واقع مطرح بکنیم، داشتن حداقل یک پیپر در 5 سال اخیر رو برای اساتید دانشگاه شرط کرده. برای این پیپر گفته که باید traceable باشه، یعنی سازمان وتاسس باید بتونه زمانی که این پیپر شما ارائه میشه بتونه این رو trace بکنه و verify بکنه که در یک جورنال چاپ شده، ISI هست. بنابراین این پیپر ها یا باید از طریق سرویس های مثل Web of Science یا همون WOS قابل ردیابی باشن، یا در جورنال های ARC یا ERA قابل دیدن باشن. اما باز آمده و یک تبصره گذاشته که اگر پیپر های شما که پابلش کردین دارای سایتیشن نیست، ISI نیست، یا در واقع در لیست WOS، ARC یا ERA نیست، باز گفته که به صورت کیس بای کیس ما اینها رو بررسی میکنیم. پس افرادی که مقالات داخلی هم دارن و مقالاتشون حالا بین المللی و ISI نبوده میتونن اقدام بکنن. سازمان ویت اسس میاد و میزان اعتبار اون مرجعی که اومده مقاله رو چاپ کرده رو میسنجه و در صورتی که عمق علمی کافی داشته باشه، ارتباط کافی با اون رشته رو داشته باشه، احتمال پذیرشش از طرف سازمان ویت اسس وجود داره. سازمان ویت اسس میاد و میزان اعتبار اون مرجعی که اومده مقاله رو چاپ کرده رو میسنجه و در صورتی که عمق علمی کافی داشته باشه، ارتباط کافی با اون رشته رو داشته باشه، احتمال پذیرشش از طرف سازمان ویت اسس وجود داره. خود سازمان ویت اسس به صورت کلی برای اساتید دانشگاه گفته که برای اقدام ارزیابی 6 نکته رو در نظر داشته باشین. 6 نکته خیلی سریع. The minimum education level required که همون در واقع حالا اون میگه bachelor degree یا لیسانس، ولی ما میدونیم که از ایران باید بتونیم master ارائه بدیم. Appropriate employment settings for university lecturers که شامل چی میشه؟ settingی که شما توش درس دادید، محیطی که درس دادین، باید دانشگاه یا کالجی باشه که قابل شناساییه و رسمیت داره. یعنی اگر من میام ادعا میکنم که در دانشگاهی تدریس کردم در ایران، حالا دانشگاه آزاد، سراسری، جهاد دانشگاهی، هر چی که هست، ویتاسس باید قادر باشه که از طریق شبکه اینترنت وریفای بکنه که این دانشگاه به صورت رسمی در ایران وجود داره، ثبت شده، داره کار انجام میده و به مراجع در واقع دولتی ارتباط داره و تاییدات رو از اونها گرفته. Highly relevant tasks include both teaching and research. خب همکاران من در زمانی که کار رو با ما آغاز بکنید در مورد تسک ها و شرح وظایف یک استاد دانشگاه کاملا شما رو در جریان میذارن و خب به تسک هم داره میگه اون نامه سابقه کاری که شما از دانشگاه من ارائه میدین باید به اندازه کافی و به صورت مرتبط و مفید اون شرح وظایف یک استاد دانشگاه رو در نامه خودش بگنجونه و داشته باشه. Demonstration of research که گفته is mandatory که همون حد اقل یک مقاله در 5 سال اخیر هست که توضیحاتش رو خدمتون دادم. Employment must be fully paid. ببینین یک استاد دانشگاه میتونه به صورت فول تایم کار کرده باشه یا پارت تایم، اینجا فرقی نمیکنه. ولی وقتی میگه فولی پید، یعنی ما نمیتونیم سوابق دانشگاهی رو ارائه بدیم که مثلا حاصل یک تعهدی به دولت بوده یا حاصل یک تحقیقاتی بوده که به خاطرش ما رفتیم و در دانشگاه یه نقشی داشتیم، ولی به ما دستمزد ساعات کاریمون کافی و کامل ندادن و یه دستمزد ناچیزی دادن، چون عرض کردم حاصل یه تعهد یا پژوهش فقط بوده. پس این حالت استخدامی و پرداخت کامل دستمزد بابت ساعت کاری یک استاد دانشگاه باید اثبات بشه. و در نهایت سازمان ویت اسس میگه Don't forget your CV. در تمامی مشاغل ارائه CV لازمه، ولی در مورد اساتید دانشگاه از اهمیت بسیار بالاتری برخورداره، چون که CV اونها دقیقا داره نشون میده که مدارک و مدارج دانشگاهیشون چیا بوده، کدوم دانشگاه بوده، چه رشته‌ای بوده، کی ورود کردن به دنیای تدریس، چه دانشگاه‌هایی بودن و در نهایت لیست تحقیق‌ها، پژوهش‌ها و پیپرهاشون در اون CV دیده میشه. قاعدتا ممکنه سوالات زیادی داشته باشین شما اساتید دانشگاه عزیز. همکاران من و بنده در شرکت پرشین مایگرنت پاسخگوی شما هستیم. اگر از اساتید محترم دانشگاه هستید و قصد مهاجرت به استرالیا دارین، حتما با ما تماس بگیرید و از جلسات مشاوره رایگان ما استفاده بکنید که در صورت واجد شرایط بودن
انشاءالله بتونیم در خدمتون باشیم و راهنمایی های لازم رو بهتون بدیم. با ما همراه باشید چون تا پایان مسیر در کنار شما هستیم.